بسم الله الرحمن الرحیم. ما در درس 18 همه تجوید قرار داریم. در درس های قبلی ما راجع به مخارج حروف صحبت کردیم و آل در درس 18 هم ما میاییم بالای صفات حروف عربی و فواید از او اینجا یکم شرح میکنیم و الحمدلله که ما تانستیم که سوره فاتحه را در درس 16 هم و 17 هم ما را مکمل کنیم و انشالله شما پرکتیستان بالای سوره فاتحه بکنین، سوره فاتحه را به صورت ترتیل یاد بگیرین و با مو رقم که بر شما ما شرح کردم با نو رقم شما در نماز او را ادا کنین و بخوانین. انشالله که نمازهای شما مکمل میشه آیسته آیسته. و سوره فاتحه را ما گفتیم که سوره نماز است و بسیار مهم است که ما باید او را به ترتیل بخونیم. حروف عربی را ما گفته بودیم که حروف عربی هم مخارج داره و هم صفات داره. حالا ما میریم سر صفات ازی که صفات حروف عربی را با شرح کنیم به صورت مختصر. فواید صفات بسیار زیاد است که ما در اینجا یک چندانیش ما اینجا بیان میکنیم. حروف اولی که حروفی که متحد المخرج هستن، یعنی حروفی را که ما قبلا گفتیم که از یک مخرج خارج میشه، مثلا اگه یادتون باشه حرف دال، تا و تا، ای ای سه حروف که هست از یک مخرج خارج میشه و حرف ز، سین و صاد، ای از یک مخرج. اگر یمی صفات از ایره در مد نظر نگیریم، ایره ما از هم فرق کرده نمیتونیم، بخاطر که همیش از نوک زبان به پشت دندان تماس میکنه، نوک زبان به نوک دندان تماس میکنه. ما نمیتونیم که ایره درست تشخیص کنیم. همین صفاتش است که از یکی دیگه ما در وقتی که ما تلفظ میکنیم از هم فرق میشه. دومی که حروفی که متحد المخرج هستن، به وسیله دانستن صفات از یا ما حروف خوبتر ادا کرده میتونیم. سیوم، فرق بین حروف قوی و ضعیف به اساس صفات حروف ما کرده میتونیم که در بخش تجوید بر ما بسیار کمک میکنه. مثلا ما چطور میتونیم که حروف یک حرف به دیگه حرف ادغام کنیم، ای از روی صفات قوی و ضعیفش میشه که بازی را پسان میخونیم. تعریف صفت حروف چی است؟ امی صفت در لغت کیفیت یک چیز را میگن، مانند که بیان کننده صفت یک چیزی باشه، مثلا سیاه، سفید است، پر است، نرم است، شدت داره، نداره. و در اصطلاح کیفیت ادا کردن مخارج حروف میگن. و صفات در تجویدی که ما میخونیم ای درس ها ای به دو قسم است، یکی صفات لازمه یا صفات اصلی است و دوم صفات عارضی یا صفات سببی. که صفات اصلی را به نام بیسیک کاراکترستیک میگن و یا همچنان یک نام دیگه هم داره به نام انترنزیک کاراکترستیک و صفات عارضه یا سببی را به نام پریزنتد کاراکترستیک میگن که ما ایره باز پسان میاییم سرش. ما به این خاطر به انگلیسی برای شما میگم که بعضی از کسایی که درسای ما را میشنون و تعقیب میکنن در ممالک هستن که در اونجا زبانی اصلی و ممالک انگلیسی است، میتونن که باز امیل لغات خوبتر در کتاب ها و در مؤاخذه های مختلف یا پیدا کنن. صفات لازمه صفات را میگن که مربوط خود حرف میباشه و کتمو حرف چسبیده است و جدا نمیشه. او صفات لازمه یا صفات حسلی را ما از حرف جدا کرده نمیتونیم. اگه این صفات لازمه رعایت نشه، به بسیار آسانی حرف به حرف تبدیل شده میتونه که تلفظش غلط شده. مثلا اگر ما حرف صاد در نظر بگیریم، ایره ما
مفخم تلفظ نکنیم، ای با آسانی به سین تبدیل میشه، که اگر امی پر بودن حرف ساد ما پس کنیم و سین میشه. و یا ای که مثلا اگر ما صفت اطباق حرف تا را ما درست ادا نکنیم و به حرف تا یا ت، به حرف ت که در دری ما شما ت میگیم، به او تبدیل میشه. از این خاطر بسیار مردم اگر متوجه باشین میگن شیطان، شیطان میگن، به ت تلفظش میکنن، در حالی که ای باید با تا یا توی تلفظ شوه، که میگیم که شیطان، شیطان باید امو صفت اطباقش باید در نظر بگیریم. خیلی باز پسان میگیم که صفت اطباق چی را میگن و صفت مفخم چی را میگن. صفات عارضی یا عارضه اگر ای رعایت نشه، که بخش دومش است، کی را ما گفتیم که به نام پرزنتد کاراکترستیک میگن، ای امو حسن زیبایی ای حرف از بین میبره. و مثلا اگر ما را مفخم تلفظ نکنیم، ای را نازک یا نرم تلفظ کنیم در جایی که باید او مفخم باشه، امو مقبولی امو چیز از بین میبره. و یا ای که ما در درسای بعدی باز ما در راجع به مد گپ میزنیم، اگر ما مد درست به اندازه که گفته شده به او اندازه اگر ما حرکت ندهیمش، ای هم امو مقبولی تلاوت از بین میبره. دیگه صفات مهم است، صفات ما آهسته آهسته پیش میریم و در لا بلای درسای صفات خود ما تلاوت تجوید هم قوانینش شروع میکنیم، که درسا خسته کن نشه و چیزی را که میخوانیم سرش در تطبیق کده میریم، میخوانیم تطبیق کده میریم، درست است؟ و انشاءالله درس بعدی هم راجع به تقسیم بندی و صنف بندی صفات ما میگیم. بعد از باز میریم انشاءالله سه سوره آخر که در قرآن است، که سوره اخلاص است، سوره الفلق است و سوره الناس است، ایره ما میبینیم که به چی رقم ما ایره تلاوت به ترتیل بکنیم، که سوره فاتحه را مال میفهمیم و سه سوره آخر هم که بفهمیم، انشالله که آیسته آیسته ما میتونیم که نمازهای خدا درست بسازیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.